درود بر شما. با 180 ثانیه سه‌شنبه 27 خرداد ماه همراه ما باشید. کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه‌ای توبیخی را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. سه کشور اروپایی با ابراز نگرانی از اینکه ایران برای بیش از 4 ماه با سرپیچی از مفاد پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به محل‌های مورد درخواستشان را نداده است، خواستار همکاری کامل ایران شدند. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران می‌گوید شمار متوسط جانباختگان ایران در جنگ با عراق روزانه 66 نفر بود، اما در حال حاضر کرونا هر روز جان 100 نفر را در کشور می‌گیرد. با مرگ 115 ایرانی دیگر در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در کشور از مرز 9000 نفر عبور کرد. امروز دومین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. معترضان به عدم پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت و همچنین تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی اعتراض کردند و خواهان لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند. سپیده قلیان، فعال مدنی که با وثیقه به شکل موقت آزاد است، امروز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که به دلیل موافقت نکردن با نوشتن نامه به علی خامنه‌ای برای درخواست عفو، به او گفته شده که به زندان قرچک منتقل خواهد شد. گزارش‌ها حاکی است که شامگاه دوشنبه دو راکت کاتیوشا به نزدیک مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه بین‌المللی بغداد اصابت کرده است. این دو کاتیوشا به سمت مقر لوجستیکی و پشتیبانی نیروهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه شلیک شدند. مقامات کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که کره شمالی دفتر ارتباطات خود با سئول را در نزدیکی شهر مرزی کاهسونگ منفجر کرده است. این اقدام تنها چند ساعت پس از تهدیدهای تازه کره شمالی در مورد اقدام نظامی علیه کره جنوبی صورت گرفت. تازه‌ترین یافته دانشمندان نشان می‌دهد که بیماری کووید 19 دارای الگوی فصلی است و گسترش شیوع آن می‌تواند با تغییرات دما و رطوبت مرتبط باشد. این یافته در حالی در قالب یک مقاله علمی توسط دانشگاه مریلند آمریکا منتشر شده که از ابتدای بحران سلامت کنونی اختلاف دیدگاه زیادی میان محققان و دانشمندان سراسر جهان در خصوص الگوی فصلی این بیماری و نقش متغیرهایی چون دما و رطوبت هوا در شیوع گسترده نوع جدید ویروس کرونا دیده شده بود.